از خبرهای مهم حوزه کارگری در هفته گذشته، برخورد نیروهای سرکوبگر یگان ویژه با کارگران ذوب‌آهن اردبیل، یورش ماموران لباس شخصی و امنیتی به کارگران کارخانه فارسیت لرستان و اخراج کلیه کارکنان واحد اخبار کارگری خبرگزاری ایلنا از سوی مدیرعامل این خبرگزاری به نیابت از خانه کارگر و وزارت کار بود. در مورد اخراج خبرنگاران بخش کارگری ایلنا، نامه اعتراضی از سوی بیش از 600 نفر از معلمان و فعالان مدنی منتشر شد. در این نامه با اشاره به این که با این اخراج ها بیم اون میره که پوشش رسانه‌ای اعتراض های قش های ضعیف جامعه بیش از پیش با موانع روبرو بشه، از مسئولان خبرگزاری ایلنا خواسته شده که خبرنگاران اخراجی رو سر کارشون برگردونن. در نامه دیگه با 300 امضا، کارگران کارخانه پلی اکریل هم از خبرنگاران اخراجی بخش کارگری خبرگزاری ایلنا اعلام حمایت کردند. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به این که کار به جایی رسیده که حتی اخبار سانسور شده کارگری که توسط خبرنگاران زحمتکش ایلنا منتشر میشه هم قابل تحمل برای مجموعه‌ای با دید امنیتی نیست، از این خبرنگاران اعلام حمایت کردن. توجه شما رو جلب میکنم به گفتار کارگری این هفته در مورد سرکوب اعتراضات کارگری و اخراج خبرنگاران ایلنا. سلام میگم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. با ادامه اعتراضات کارگری، فاز برخورد نیروهای یگان ویژه و ماموران لباس شخصی با کارگران معترض و سانسور کامل اخبار این درگیری ها شروع شده. برخورد نیروهای سرکوبگر یگان ویژه با کارگران ذوب‌آهن اردبیل و یورش ماموران لباس شخصی و امنیتی به کارگران کارخانه فارسیت لرستان در مقابل وزارت کار در تهران و اخراج کلیه کارکنان واحد اخبار کارگری خبرگزاری ایلنا از سوی مدیر عامل این خبرگزاری به نیابت از خانه کارگران وزارت کار، نمونه های از این برخوردها در هفته اخیر هستند. همون کسانی که وعده آزادی ایجاد تشکل‌های صنفی رو میدادن، حالا از صدور احکام شلاق و زندان هم فراتر رفتن و یورش علنی به اجتماعات اعتراضی کارگران رو در پیش گرفتن. ضرب و شتم وحشیانه کارگران گرسنه و بازداشت اونها به خاطر طلب حق، پاسخ واقعی طبقه سیاسی حاکم به مزد حقوق بگیران این کشور هست. جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب ها هم بخشی از همین سیاسته، هرچند که به صورت مجزا و بر اساس به هر حال دلایل دیگری به اصطلاح توجیه شده باشه. اینا تصادفی نیستن، این برخورد ها باید انتظار داشت در عین تلاش برای استفاده از همه اهرم ها و ابزارهای ممکن برای مقابله با کارگران، پا به پای گسترش بیشتر اعتراضات کارگری، سرعت و خشونت سرکوب ها هم از جانب رژیم جمهوری اسلامی بیشتر بشه. دامنه سرکوب دستمزدها و کلن انباشت مطالباتی مزد و حقوق به ایران کشور به شکلیه که در شرایط بحران زده فعلی هر عقب نشینی جدی حاکمیت با این احتمال مواجه هست که موج تازه و نیرومندتری از مطالبه خواهی رو دامن بزنه. در چنین شرایطی سرکوب بیشتر همراه با خفقان خبری راهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. جای گفتن نداره که در برابر سرکوب مزد بگیران کشور نمیشه و نباید سکوت کرد. در این زمینه همه ما هر کجا که هستیم، در هر موقعیتی که هستیم مسئولیم. وسعت سرکوب ها و حرکتش به سمت سازمانگران طبیعی اعتراضات تدافعی کارگری ناچارن چهره و کارکرد اقدامات حمایتگرانه رو دگرگون میکنه. یکی از محورهای این دگرگونی چاره اندیشی هست، امکان سازی هست در جهت حمایت از کارگران زندانی و خانواده هاشون. سرکوب ها همه فعالین کارگری، تشکل های مستقل، معافل کارگری و حامیان جنبش کارگری رو هم در داخل کشور هم تو خارج کشور ناچار میکنه که
از سطح حمایت از فعالین شاخص کارگری که الان شاهدش هستیم فراتر برن. آرزوی همه فعالین کارگری از هر گرایشی که باشن اینه که طبقه ما بتونه متحد بشه و مثل یک سد سدید استوار در برابر این تجاوز بیشرمانی که به حق کار و زندگیش داره صورت میگیره بتونه وایسته. ولی راستش آرزوی کلی رو نمیشه جایگزین این واقعیت تلخ کرد که الان یه مش جنایتکار و اجیر شده ریختن دارن هم طبقه های گرسنه ما رو تو خیابون کتک میزنن، ضرب و شتم میکنن. گفتن اینکه کارگران به سمت اتحاد بزرگ طبقاتی برن واقعیتش لازمه، ولی پاسخی مشخص به همین وضعیت فعلی نیست. زیاد بایستی راههایی پیدا کنیم که بیچهرگی این کارگران سرکوب شده پایان پیدا کنه، بی صدایشون قطع بشه. باید بتونیم اون حلقه محاصره نامرئی که نیروهای امنیتی به دور این زحمتکشان آسی و گرسنه میکشن در هم بشکنه و صدای این کارگران، وضع خانواده هاشون، شرایط واقعی زندگیشون هرچه وسیع‌تر رسانه‌ای بشه. چرا اون کارگرانی که در چادر ملو حکم شلاق گرفتن شناخته شده نیستن؟ چرا اون کارگرانی که به خاطر اعتراض به دستمزدهای معوقه از کار اخراج شدن هیچ جا شناخته شده نیستن؟ چرا ما اسامی کارگران دستگیر شده ذوب آهن اردبیل رو نمیدونیم؟ چرا از خودمون نمیپرسیم که وقتی کارگران کارخانه فارسید در مقابل وزارت کار در تهران میگن ما گرسنه هستیم، چطور خودشون رو رسوندن تهران جلوی وزارت کار؟ چرا نمیپرسیم وقتی اعتراض این کارگران از یه هفته هم بیشتر میشه اینا تو ساعات غیر اداری کجا میرن؟ چرا باید جلوی میله های همون خیابون محل اعتصاب بخوابن یا بدتر از اون برن به اشتدرا بخوابن؟ نمیشه فعالین مستقل کارگری یه کاری بکنن که این همطبقی های دردمندشون یه پناه موقتی داشته باشن تا وقتی که تو تهران هستن؟ نمیشه ارتباط های انسانی به وجود بیاریم که حداقل بتونیم بعدن وضعشون رو پیگیری بکنیم؟ پاسخ به این سوال ها میتونه نمونه های کوچک عملی و کم هزینه از همبستگی طبقاتی رو ایجاد کنه. راستش در واقع ما باید بتونیم در برابر هر قدمی که دشمنان طبقی ما نظیر خانه کارگر و وزارت کار دولت روحانی و خود اصلا جمهوری اسلامی و همه باندهاش برای دهن بند زدن به کارگران و مسکوت گذاشتن سرکوب هاشون صورت میدن، ما هم گام های مشخصی در مسیر همبستگی طبقاتی، ارتباطات انسانی و سازمانگرانه، در هم شکستن سد سانسور و مستندسازی و تصویر پردازی واقع گرایانه از موقعیت همطبقی هامون برداریم. اگه میخوان همین صدای نارسایی رو هم که از وضعیت کارگران و اعتراضات کارگری از طریق بخش کارگری اینا به شکل متقاطع تا الان میرسیده از بین ببرن، همه جا هسته های شهروند خبرنگار رو از میان فرزندان جوان و تحصیل کرده طبقه ما سازمان بدیم و به کمک شبکه های اجتماعی به توطئه سرکوب همطبقی های ما در سکوت در سراسر این کشور پایان بدیم. دومین محور دگرگونی که اون هم ناشی هست از وسعت گرفتن سرکوب ها برمیگرده به فعالیت های حامیان جنبش کارگری در خارج از کشور. نمیشه در حالی که چماقداران مزدور حاکمیت به جان همطبقی های ما افتادند به دادن شعارهای کلی در مورد اهمیت جنبش کارگری رو بیاریم و گریبان خلاص بکنیم. نمیشه در برابر این سرکوب ها سکوت بکنیم و همچنان خودمون رو متعلق به جنبش کارگری بدونیم. ما به حکم جایگاه طبقاتی و باورهامون موظف هستیم پا به پای مستندسازی سرکوب برادران و خواهران همطبقه ای ما در داخل کشور صدای رنج و مقاومت و پیشواک مطالباتشون باشیم. موظفیم در خارج از کشور فعالیت ها و اکسیون های حمایتی مؤثر راه بیندازیم. موظفیم فرقه گرایی و خودمحور بینی و برجاج نشینی رو که
کنار بگذاریم و با وسیع‌ترین نیرو از مبارزات جاری کارگری در ایران حمایت کنیم. یادمون باشه که سوسیالیسم با پیوستن خیلی عظیم کارگران به برج‌های عاج رفیع مقدس ماها نیست که ساخته میشه. با پیوستن ما به مبارزه طبقاتی واقعی و جاری اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان و کمک به سازمان یابی این مبارزه است که امکان پذیر میشه. کارگران نیستن که برای ما هستن، ما هستیم که باید برای کارگران باشیم. یادمون باشه که برای دفاع از کارگران شلاق خورده، ضرب و شتم شده، شکنجه شده، زندانی شده، بیکار شده، آواره شده، ما نمیتونیم رو طیف خاصی از حقوق بشری های خارج از کشوری حساب باز بکنیم، چون در قاموس این طیف کارگر اصلا بشر به حساب نمیاد. اونا که سهمیه تحصیل آقازاده هاشون تو خارج از کشور رو سفارتخانه های خارجی دارن میدن یا بودجه مالی نهادهای وابسته به امپریالیسم رو ور میدارن، میخوان باش به ما آموزش اینترنتی دموکراسی و حقوق بشر بدن. اونا که پاتوق فکری و تبلیغاتیشون شده رسانه های همین کشورهای امپریالیستی، اونا که هنوز دستشون تو کاسه خونالود یک جنای از همین رژیم حقوق بشر، براشون حقوق واقعی بشر نیست، حقوق کارگر نیست، کارگر بشر نیست، براش حقوق بشر پروژه است، نون آبه. این جماعت نابودی طبقه ما رو میخوان. این ما هستیم که باید کفش آهنی به پا بکنیم و زنگ های وجدان های بیدار رو همه جا به صدا در بیاریم. ما هستیم که وقتی طبقه ما در زیر تیغ سرکوب جمهوری اسلامی باید آرام و قرار نداشته باشیم و در دفاع از کارگران و زحمتکشان پیش قدم باشیم.